دوستان، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هماهنگی برای صلح افغانستان در خارج و داخل افغانستان شدت گرفته. شورای امنیت ملی افغانستان همچنان مدعی است که گویای کوشش‌ها برای پروسه صلح افغانستان و یا هم پیروزی روند صلح افغانستان مؤثر است یا هم نقش اساسی دارد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، هم اکنون در استودیوی کابل هستند و ما می‌خواهیم جزئیات بیشتر در مورد را با ایشان بحث بکنیم. حقمل صاحب، سلام بر شما. تشکر از اینکه تشریف آوردین به استودیو. در آغاز اگر کم روشنی پرتین از اینکه شورای امنیت میگه که هماهنگی برای پروسه صلح افغانستان در بیرون و داخل افغانستان شدت گرفتن، یعنی چی؟ چیز مشخصی در این مورد دارین برای بیننده ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شما شاهد کوشش های متفرقه صلح در داخل و خارج افغانستان بودین که متاسفانه به نتیجه نرسیده. شما مذاکرات قطر شاهد هستین، شما نشست های مختلف دیگی را شاید هستین که با مخالفان مسلح دولت افغانستان از سوی گروه های مختلف داخلی و خارجی صورت گرفت، اما نتیجه آنچنانی که افغانستان به او ضرورت داره به دست نداد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به این عقیده است که ما باید یک صدا با یک برنامه روی یک پلان مشخص و با تصمیم قاطع برویم به سوی مذاکرات. بله. و پروسه ای را تقویت بکنیم که او نتیجه بخش باشه و نتیجه از او ثبات دائمی برای افغانستان باشه، نه نشست های مقطعی و نشست هایی که نتیجه از او تا به حال محسوس نبوده. آقای حقمل، الیس ویلز دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در افغانستان بود، با مقامات ارشد به شمول رئیس جمهور افغانستان هم ملاقات کرد، از صحبت های قطر صحبت کردین. گزارش ها از آغاز ممکنه و یا هم آغاز دوباره ممکنه گفتگوها بین هیئت آمریکایی و طالبا مبین هستند، آیا در این مورد چیز صحبت شده؟ زمان آغاز دوباره مذاکرات طالبا و آمریکایی ها رویش صحبت شده؟ ما در این رابطه چیزی گفته نمیتونیم، اما بحث اساسی است که افغانستان به صلح نیاز داره و آغاز هر نوع مذاکرات صلح یک قدم مثبتی است به پیش که ما را راهنمایی میکنه به طرف تفاهم بین الافغانی، ولی به خاطر مؤثریت این تفاهم باید افغان ها بین هم بنشینند و تصمیم در دست افغان ها باشه اینها مذاکرات کنند و مشکلاتشان رو در رو حل بکنند. یک حرفی که بسیار اساسی است پیش ما و پیش مردم افغانستان اویی است که اگر صلح هست و یا هم تفاهمات صلح هست به منظور جلوگیری از خونریزی در افغانستان انجام مییابد. بنابراین ما خواهانی از این هستیم و بالای از این اصرار میکنیم که باید قبل از آغاز هر نوع مذاکرات باید آتش بسی صورت بگیره و ما برویم در یک فضای صلح‌آمیز به مذاکرات صلح بنشینیم. گفتین در مورد مذاکرات ممکن طالبان و آمریکایی ها صحبت نمیخواین بکنین، اما آقای خلیلزاد چند پیش در پاکستان بود و حتی گزارش های نشر شد که با هیئت طالبان ملاقات کرده، آیا در این مورد با خانم ویلز صحبت نکردین؟ چیزی براتون شفافیت داد در موردش که چه به خاطر چه بود؟ چرا رفته بود به اسلام آباد؟ شما نگرانی نداشتین؟ چیزی که ما در مورد او سفر میدانیم او آن چیزی نیست که در رسانه ها گفته میشه. او را شما از صحبت های سخنگویان دیگه دولت هم شنیدین. از نظر ما او مذاکرات روی بعضی از موضوعات دیگه بین آنها صورت گرفته بود. ما تا جایی که میفهمیم مذاکرات قطر بین زلمه خلیلزاد و گروه طالبان از طرف رئیس جمهور امریکا متوقف شده و تا جایی که معلومات ما هست باز هم اونا منتظر از این هستند که هدایت رئیس جمهورشان در رابطه چی هست. برای ما گپ اساسی است که هر نوع مذاکرات اگر میشه و یا هم آغاز میگرده، حتی قبلا هم که بود موقع شما میبود که مذاکرات باید بین الافغانی باشه، چون حکومت افغانستان موقعیت شدید در قبال مذاکرات قطر داشت. آیا به نظر میرسه از صحبت های شما با مقامات امریکایی که مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان دوباره آغاز میشه یا خیر؟ این جواب خوبتر است که خود طرف امریکا برای شما بده و یا بهتر است که شما با آقای خلیلزاد تماس بگیرین، ولی آنچه که ما گفته میتونیم از لحاظ برنامه هایی که ما در داخل افغانستان داریم، ما آماده هر نوع مذاکره هستیم.
آغاز مذاکرات بدون ما میریم به طرف مذاکرات بدون قید و شرط، ولی بعد از او باز بحث از او از بحثای میشه، از شرایط میشه که هر دو طرف بدون شک مطرح خواهد کردن. یک توییتر دین روز از آقای سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان دیدیم که میگه چی در سنگر و چی در دفتر به مبارزه خود ادامه میتن. آیا صحبتهای در مورد بسته شدن و یا هم مسدود کردن دفتر طالبان در قطر انجام شده یا خیر؟ پالیسی ما این است که از سنگر چیزی جور نمیشه، بیایم به صحبت و گپ بزنیم تا مشکل افغانستان حل شود. ما من حیث دولت قانونی افغانستان از مبارزه با دشمنای افغانستان خسته نمیشیم. ما این راه را با جسارت، با درایت و با امو علاقه‌ای که با وطن خود داریم ادامه میتیم. این حرف های نیست که کسی بگوید که ما چی میکنیم و کسی دیگه چی کنه. بخش سوال من نشدین. اما بحث اساسی ما فکر بحث است که ما طرفدار مذاکرات هستیم. بحث شده آیا در مورد بسته شدن دفتر شما پیشنهاد کردین؟ حکومت افغانستان میخواهید دفتر بسته شود؟ چنین چیزی وجود نداره. شما شاید از قول جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان شنیده باشین که حتی ما آماده از این هستیم که فرصت گفتگو با طالبان را حتی در کابل فراهم بسازیم. اما حرفی است که اونا از این امکانات چگونه استفاده میکنند؟ میآیند با افغان ها میشینند و تشخص افغانی شان بنمایش میگذارند با یایی که باز هم میرن براهایی که اینا فکر میکنند که رای درست است، ولی بدون شک و راه ها تا به حال نتیجه نداده. من از پرسش آخر آقای حقمل، شما میگین که آمادگی های ما متفاوت هست و یا هم اما هنگی متفاوت شده، یعنی پیش از انتخابات تا بعد از انتخابات چه چیز مطلق متفاوت است؟ اگر بر بیننده ها بگوین چی تفاوت کرده؟ آیا با طالبان در تماس شدین؟ آیا طالبان میخواه با شما به تماس باشه؟ چی تغییر کرده؟ به خاطر از اینکه در موقعیت گیری و موضع گیری طالبان چیز تغییر نیامده. ما در رابطه با امو روندی که بود ما به تفاوت از او باور داریم. ما میگیم که روندهای مختلف آزموده شده، بیاین که یک روندی که ما از قبل بالای از او متحد بودیم او را بیازمایم. او روند عبارت از هم آهنگی میان تمامی طرفهای داخل افغانستان که ما با یک صدا برویم به طرف مذاکرات صلح و اخذ حمایت از تمامی طرفهای بین المللی. شما دیدن که به شکل متفرق یک کشور و دیگر کشور با طالبان تماس گرفتن، نشستهایی کردن، ولی اون نتیجه نداد. ما میخوایم که هم به داخل افغانستان هم به سطح همکارای بین المللی ما یک توافق نظر به وجود بیاید. و اینه در گذشته هم میخواستیم اساسی برویم به طرف مشارکت صلح. بله، ما نگفتیم که در پالیسی ما تغییر آمده. ما جد و جهدهای خود از سابق داشتیم. ما میگیم روندی که سابق بود از طرف حلقات مختلف، گروه ها و اشخاص مختلف، حتی کشورهای مختلف، ما میگیم که اینمی باید تغییر بکنه. ما ثابت کرده اینمی خواسته ما و جهان و امی روند صلح که اینمی پالیسی درست بوده و ما برای درست روان هستیم. از امی خاطر جدیتر به او خود پرداختیم. تشکر آقای حقمل از اینکه به استودیو تشریف آوردین. یک جهان سپاس. با امید بحث‌ها در برنامه بعدی. تشکر.